چیز داریم من پولیمورف. پولیمورف رو هم بررسی بکنیم. این سه تا فیلم باشن توی بحث ویت بود. پولیمورف رو من وان تو وان و وان تو منی و منی تو منیش رو هم بگم این تمام میشه. پولیمورف چیه؟ یه پینکی ما داشته باشیم و فرض کن یه جدولی داری به نام ایمیج بذار باشه ایمیج فرض کن اینجا هم یه جدولی به نام پروداکت داری، یه جدولی به نام کاتگوری داری، یه جدولی به نام هست داری، یه جدولی هم به نام فلاش نمیدونم یه اسمش پروداکت کاتگوری سلایدر یه دونه عکس دار دیگه هم بگم دوستان هم هست. خب فرض کن 4 تا جدول داری میخوای برای هر کدوم یه عکس داشته باشی، عکس جداگونه وان تو وانی وان تو منی. خب بعد برای هر کدوم یه جدول جداگونه درست بکنی دیگه، میشه 4 تا جدول اضافه پرفورمنس میاد پایین و دیتابیس چلوغ میشه. پولیمورف میگه بیا یه جدول ایمیج درست کن همه به این وصل بشن و یه جدول داشته باشی و همه به این وصل بشن. چگونه؟ این منظور پولیمورف همین بود. میگه پولیمورف میگه اون نکته که تو اینجا وجود داره، خب مثلا یه مقداری داشته باشه به نام ایمیج، یه چیز داره، قانون داره، یه ایبل باید تهش بندازید، ایمیج ایبل. خب در دیتابیس درست بکنید، میگه هم از نوع آیدی و هم از نوع تایپ. تایپش میاد به بس بشه به اون مدل شما، آیدیش هم که در واقع میاد وصل میشه با آیدی هایی که توی مدل های شما هستش. اینا یعنی چی؟ بریم ببینیم که چجوری میشه درست بشه. خب فرض کن من میام اینجا این رو دیگه قطع کنیم، یا این داره رید میکنه این بذار باشه، من میام اینجا و CLS میکنم یه CD نه همینجا باشه PHP Artisan Maker کنترلری که ساخته فکر کنم مدل داش ام مدل اسلایدر رو نساخته، من اسلایدر رو بساختم داش امش علیش رو نمید پست و سیدر فکتوری ناش یه در خود رو نمید. میام اینجا و این رو جمع کنیم، اینم جمع کنیم اسلایدر کنترلر و اپ و مین و ایکس رو فیلن جمع شد، پکیج هم همینطور، اینم همینطور. بریم اینجا و مدل رو باز کنیم، یه دارم اینجا دیتابیس مایگریشن اسلایدرز، بیایم اینجا بگیم که یه دالر تیبل داریم با داستان استرینگ که باشه مثلا کپشن، این کپشن من توی بذارم یا لنسیناش هم با خودتون، یه دالر تیبل هم بذارم به نام بولیان، این هم میگم پابلیش، همین بای دیفالتش هم یک بذارم تمام. این برای سلایدر شما اینجا CLS PHP Artisan Migrate Migrate رو میزنیم تمام، میای اینجا توی ایشون الان بزنی سلایدرت رو ساخته، سلایدرت یه آیدی یک کشن کریتت آت آپدیتت داره، میخوام ایمیج هم بهش اضافه کنم، ایمیج رو به این اضافه نمیم، اینجا یه جدول دیگه درست میکنم میزنم PHP Artisan Make Product مدل پروداکت و داش ام نمیخواد بسید
کنترلر تنسیسیش. خب یه پروداکت هم داریم. پروداکت هم بیاد یه دالر تیبل داستانه استرینج بشه تایتل، یه دارم دالر تیبل تکست گزینه بادی، همین بقیه شم برای دالر تیبل بودیر گزینه خواب لیش و داستان دیفالت یک. این هم از این و میام و اینجا برمیگردم میگم پی اچ بی آرتیزان مایگریت. این هم از این، این هم اینجا درست شد. اینجا میگم این هم داستان پروداکت. پروداکت هم این مواردش رو داره ولی ایمیج نداره. میام یه جدول ایمیج درست میکنم. نه آقای من اینجا حالا پست و پروداکت بوده با ایمیج، من اسلایدر پروداکت و ایمیج رو باشه باشه. میگم من هر کدوم میخوام یه عکس داشته باشم. میام اینجا جدولش رو درست کردم گذاشتم. هیچی. برای جدول ایمیج بیایم و درست کنیم. مرسی. نوارد شروع بدم. اینا رو دادم تمام شده رفته. ایرج آمدپور من نیستم، ایرج دادا شد. داداشم دوشتر. خب داداشم مداوا میکنه درسته. بفرست مداوا کنه. خب میام اینجا، من میام اینجا و ایمیجز ندارم. میبینید مدل ایمیج هم ندارم. پس بعد براش جنریک بکنم. میام اینجا PHP Artisan Maker مدل گزینه ایمیج داش مایگریشن هم میذاریم. باز کنترلر نمیخواد. چرا؟ چون من کنترلر اسلایدر دارم با از همون استفاده کنم. میام اینجا برمیگردم میگم که خب اسم عکس رو میدم به یه استرینگ، میدم اسم رو میذارم ایمیج و طبق قانون در واقع خود لاراول میگه که اگر میخواهید بیاید از پولیمورف یا چند ریختی استفاده بکنید توی دیتابیس، میگه یک چی دارید؟ در واقع مقداری داریم، یه تابعی داریم توی جدول تیبل که از اسکیما ساخته شده. میگه میتونید در واقع مورف رو بذارید. مورف رو میذارید دو تا مقدار رو براتون جنریت میکنه. وقتی مورف میذارید میاد اینجا براتون یک، حالا مثلا اگه بذارم ایمیج ایبل، یه دونه آی دی جنریت میکنه، یه دونه ایمیج ایبل مدل درست میکنه. خب مدل به مدل اشاره میکنیم. مثلا شما برمیگردید میگه مدل پست آی دی شماره یکش، این ایمیج رو میده به اون. اگر بذارید مثلا مدل پروداکت آی جی در واقع آی دی دو بذارید چیکار میکنه؟ پروداکت رو، اون پروداکت رو در واقع مقداری که ارزش داره، یه ایمیج که توی اینجا من میذارم به آی دی شماره دو پروداکت بس میکنم. خیلی کاربردیه این اصل پریمورف برای پروژه های بزرگ شما میتونید ازش استفاده بکنید. بس من میام اینجا برمیگردم میگم که دالر تیبل مورف داستان اسمش رو باید یه مقدار که خودشون تعیین کردن، یه ایبل باید تهش بزنه، مثلا کامنت ایبل، تگ ایبل، یا تگ ایبل نه تگ ایبل، تگ ایبل، کامنت ایبل، مثلا ایمیج ایبل. بعد ایبل رو بتونید بهش وصل بکنید. حالا باید برید بحث اینا میشه پست فیکس. بعد برید توی این وبسایتی که پست فیکس رو بهش اضافه می‌کنید بزنید ببینید یه دفعه مثلا به یه چیزی که تش وای داره اضافه میشه چه جوری میشه. خب اینا هم هستش. خب جور دیگه هم میتونیم داشته باشیم، انشالا بعدا در موردش صحبت کنیم. من میام اینجا بعد از اینکه مایگریتش بکنم پایین اگه خدا بخواد یه همچین چیزی رو درست میکنم. برمیگردم یه PHP Artisan Migrate و مایگریت بکنه. میام اینجا الان اگر بیام توی لاراول میبینید که
ایمیجز رو ساخته و اینجا رو ببین ایمیجیبل آندرلاین آیدی ایمیجیبل آندرلاین تایپ خودش ساخت. خب الان من میام میرم اینجا توی اسلایدر من این 3-4 دو سنی دیگه توش بریدم میگم آقا هلو ورد وان پابلیش شمیه که گو رو میزنیم چند تا جنریت بکنیم هلو ورد تو هلو ورد تری و هلو ورد فور خب چهار تا یه دارم پروداکتزه پروداکتز هم بسازیم بزنیم این بزنیم مثلا پروداکت وان this is this و پروداکت تو تریو خب سه تا پروداکت در واقع اینجا حالا شما در واقع طبقه چیزی که اینجا هستش بیاید پایین تر 35 و 36 میگه باید توی مدل الان باید اینا رو به این صورت به هم دیگه وصل کنم ایمیجیبل و ایمیج نه اسمی که من اینجا گذاشتم دقیقا باید همین رو توی ایمیجتون بذارید الان اگر حالا اسمای متفاوت بذارید ایمیجیبل گذاشتین اینجا اسمش رو باید بیاید برید دقیق توی مدل ایمیج یا میگم که پابلیک فانکشن ایمیجیبل عرض باز بسته و این مقداری که گذاشتین حالا باید بهش برگردیدش بگه چی؟ مورف تو این مورف تو برای هم وان تو وان هم وان تو منی هم تو منی تو منی میتونی در واقع ازش استفاده کنم من میام جو برمیگردم میگم ریتر دالر دیس مورف تو مورف تو رو میذارم و الان چیکار میکنم میدونم این عذیت چون بکنه من عذیت کنم ایمیجیبل رو من اینجا گذاشتمش مقداری که اینجا هستش رو ما توی در واقع اینجا ایمیج گذاشتیم اومدم ایمیج رو قرارش دادم حالا میتونم به عنوان یک تابه بدمش به پروداکت و حالا اسلایدر میام اینجا میگم پابلیک فانکشنه ایمیج چرا چون من هر کدوم از رکوردان به یه دونه از ایمیج ها وصله و طبق این چیزی که اینجا هستش الان میاید میگه که من به کلاس ایمیج وصلم و نمیم که وصل داریم بهش فان در واقع اون ریلیتد یا اون وصلی که وصل هست بهش میگیم ایمیج ایمیج میگم ریتر دادر دیس داستانه یا اینجا داره میگه مورفوان مورفوان و اینجا ما برمیگردم میگم ایمیج مدل کلاس اینجا داره میگه میگه آقا اون نیم استرینگ رو بنویس که اومده این وسط وجود داره من ایمیج ایبل رو میذارم بعد میریم تغییر میدیم یه اسم دیگه میذارم میذارم ایمیج آندرلاین ایبل یا چیزی که تو لاراول هستش به این صورت هستش به نظرم همین جوری بنویسیدش از این تبعی مقداری که اینجا میچسبونه بهش تبعیه میتونید حالا بیاد یه مدل دیگه اینجا داره میگه مورفان یعنی چی در واقع من با پولیمورف به صورت وان تو وان در ارتباط دارم ایمیج کلاس و ایمیج ایمیج و این هم که مورف دوه یعنی بین همه چی هستش ارتباط دارم میام اینجا به این ظاهری که وصلش کردم نه
بیام اینجا تو ایمیجز. حالا داستان رو اونجا ما درست کردیم. داستانی که اینجا بود چی بود؟ آقا پروداکت، این پروداکته به این میتونه وصل بشه، کاتگوری میتونه وصل بشه، اسلایدر میتونه وصل بشه، پستم میتونه وصل بشه. خب پس این مورف توه، یعنی بین همه وصله. این داستان مورف توه. اینا وقتی میذاریم مورف وان، حالا میرسیم مورف وان یعنی چی؟ یعنی که اینا هر کدوم میتونن با یه دونه از مقداری که اینجا هست در ارتباط قرار بگیرن. فقط اینجا این ایمیجیبل داستانی که داره، ایمیجیبل تایپ، حالا من فرض کنید اسم این رو یه عکسی میذارم که تو اینترنت باشه، یه یعنی دقیقه اینجا میذاریم ایمیج که همون گیم وار بزنیم. من آدرس عکس یا اینجا و اینو میزنیم اوکی اینجا آدرس رو کنترل دی کنترل دی، این آدرس و اکس رو آور اینو که خون چرا کچی که بود حالا این آدرس و اکس رو من برمیدارم بزنم تو دیتابیس. داستان رو بعد اینی که شما از در واقع بکستش استفاده میکنید، میزنید اپ مودلز. خب چرا اپ مودلز؟ آدرس چیه؟ آدرس نیم اسپیس اگه مودل تو رو باز کنیم. اپ مودلز و اسم در واقع مورد نظر اپ مودلز مثلا پروداکت. خب آیدیش من چند تا پروداکت دارم؟ چند تا پروداکت دارم؟ سه تا. برمیگردم میگم آیدی شماره یک، این یعنی برای پروداکت ها شماره یک. دو رو میزنم میام اینجا دوباره یه دور دیگه میام اینجا این رو عوض میکنم بکنم آیدی شماره دو. خب حتی سکس چه عوض کنم مثلا این رو برداریم و این شد برای این. و حالا دو تا بیشتر نمیدم، یه دارم میام میدم برای داستان اسلایده. میام اینجا برمیگردیم میگیم بک اسلش اپ مودلز چی بود؟ اسلایدر. خب میام اینجا برای این حالا مثلا از یه استفاده میکنیم کپی ایمیج آدرس کنترل تی کنترل دی و این هم از این میام توی اینجا کنترل دی میذارم میگم اسلایدر شماره یکم یا قرار بگیره. الان اگه بیاید اینجا این مدلش پروداکت شماره یکمیش این عکس رو داره، پروداکت شماره دومیش این عکس رو داره، اسلاید شماره اولیش این عکس رو داره. خب دارم جداول مختلف رو هم میوصل کنم. خب الان چند جدولی داریم در واقع اینجا و بحث مورف رو پیاده کردیم. این چیزی که خود در واقع تو پاورپوینت هم برید جلو اومدم اینجا گفتم به این صورت آقا من بکستش اضافه گذاشتم یا اضافه گذاشتم آره دی نیم اسپیس اضافه گذاشتم این نیم اسپیسش نبود نمیتونه پیدا بکنم و به این صورت در واقع عرش بود. یا اینجا میخوام برم شروع کنم و استفاده کنم و ببینم داستان چی. میام تو این قسمت الان اسلایدره، برمیگردم توی کنترلرم برمیگردم میگم ریترن کامپر پروداکت
find all fail کن اولی رو یه فایل بزنیم اولی رو باید برگرده که برگرد رو جیسون رو شمیده باید نست extension و stop جیسون formatter رفرش میکنیم سری پیش جیسون چی نصب کردن هم خوشگلتر بود؟ چه فرق کردن؟ چه این شکلی؟ اون هم خوب هرش نه یه ذره رنگی سبز بود هم آبی شد یاد عوض شد آه نداشت به خود تبنه نداشت عوض شد این دار کشه عالی آقا این عالیه استفاده کنید لذت شده هر روز بهتر از دیروز و آره میاد اینجا حالا برمیگردی میگی که آقا بیا متد ایمیج رو من برگردم متد ایمیج برای پروداکت الان بعد بیاد عکس شماره اولی رو بیاد برگرد ببین عکس رو برگرد ببینید اگه من بیام اینجا به این صورت در واقع داره میاد چکا میکنه بریفی پروداکت رفته ایمیج میگه مورفان با ایمیج و ایمیج جیبر این هم میگفتم میتونید عوض کنید اگه عوض کردی باید توی ایمیج اسمش رو همون مقدار بزن حالا دیگه تو خود پاورپوینت هست میتونید ببینید من اینجا آره مورفتو یعنی که بین همه در واقع میرسه دقیقا ایمیج جیبر مقداری ازش که من اینجا بزن اسم چی گفت بذار ایمیج آندرلاین ایبل بعد همینجا ایمیج آندرلاین ایبل بشه ولی تغییر میاد این مورف تو یعنی به همه میرسه خودی مورف در واقع همش به همه در واقع راه داره اینا مورف وانن یعنی با این یه دونه رابطه دارن خب الان میاد اینجا نگاه کن داره میگه مورف به صورت وان تو وان با ایمیج و ایمیج ایبل هم که در واقع واسطه هم در ارتباط هم و اینجوری من تونستم دیتا رو بگیرم الان اومدم اون دوم دومی شما میده اینجا دومی رو میده حالا میتونی اینجا برگردی بگی اسلاید بکنم اسلاید یه دارم من تولید کردم میام اینجا میزنم بشید به اسلاید not found بالا مدلش رو بکنم میزنی تو خطا نرو بزن جا مدلش بالاست دیگه بکنم از دفعی نرمه کردم همین کپی میکنم این دازی توی نکردم باست هم اینو کپی کنیم این ویت چیزا بهش اضافه شده بعد اما ریلود کنیم چرا ریلود نمی کنیم هیچ هست به دیتا چیز نیست اساسا به این صورت اوکی این هم به این صورت کشیدش بیرون فقط میخوام ویت رو چک بکنم میتونم بیام اینجا بگم پروداکت ایمیجاش رو بیام با چی بردارم ببرم با ویت گزینه ایمیج و گت بزنم ببینم مثلا کار میکنه یا نه بیام اینجا هم اینجا این ایدارک نمیره خوش نمیره این خوش آخه مثلا این ایمیجه یه فیچر شد برای یه پروداکته این ایمیجه یه فیچر شد برای پروداکته این هم که نداره این
درسته؟ بیام اینجا برگردم بگم که بریزش توی متغیری مثلا به نام رو دانک و ریت ویو داستان سلاید ایندکس و گزینه کامپک برو داشت و بیایم اینجا بریم توی کجا بودش؟ بیایم اینجا یه دقیقه های کچولی اینجا جمع بودم شما با فرض اینکه اونا هستن و اینم بالاست میهن میگیم دیو کلاس کانتینر با خود شناخته بید لوید و پدیل سفر و یه مارجین تاپ پنج و یه تیبل و کلاس تیبل و تیبل کابر و تیبل دارک و تکس وایت یه تیار یه تیدیر بدیم یه تایتل داشت یه بادی داشت اگه اشتباه نکنم و یه پابلیش داشت یه دونم ایمیجش رو میخواد فقط نشون بده اصلا بعدش میخواد نمیخواد شون یه همجا هم گرم میگم چیز هستم for else product از دارد آیتم اینجا یه empty و یه تیار میزنم یه تیدیه که full space باشه چهار هم یعنی empty و توی این انتهای این میذاریم and for else یه دارم اینجا تیار تیدی دانر آیتم داستان تایتل یکی هم هست بادی آفریش یکی هم چون فیچری داره به نام ایمیج بیان اونجا برمیگردم میگن چی؟ ایمیج چه شبه؟ ایمیج نام نام وات یه در اینجا دیگه گریم و داک بود دیگه درسته؟ حالا توی لوک بود سه تا آرایه اون این توش الان اتریبیوتش رو باز بکنیم اتریبیوت اینجاست این ریلیشن رو میبینید برای حالت یکی ریلیشن توش باشه ایمیج و این هم یه اتریبیوت ایمیج آیدی درسته دیگه یه سوتی ریز زدم هرکی بود آره نمیشه بزنید الان کام و اتفاقات یه فیچره واسه هم همون فیچر آن نام آیتم ایمیج فیچر آیتم بایستم
اینجاش که درسته بهتره. خب اگه اونجا ما ریترن کردیم ایمیج نبود، ریترن پروداکت اینجا فرض بزنیم اگه اسمش ایمیج نیست. اوکی سی یه دارم که آبجکت بیشتر نیست. اینم بیاییم اینجا سیدی جانه رایتی و آرایه نیست. اگه آرایه بود همین بود فوریچ. وقتی آرایه نیست میگم آیتم. بچه داری به نام پیچری داره به نام ایمیج روزی ایمیج چه ببینید آه یه آبجکته. الان ما به هر کدوم بگم من دارم پس بده دیگه پیکچر رو بده یه ارو یه پیکچر. آبجکت ببینیم آرایش ببینیم به خدا آرایه نیست. آخه آرایه بود باید آرایه نیست. آفت و ایسیت هستم نه نه خب ایچ آی ایمیج پیچه آی نه فرق نمی‌کنه. یه تو مدل همون چیزی رو کم نذاشتیم کریئیت که نکردیم مس اسایمنت باشی که بخواهیم گارد مارده بذاریم نه هیچی مرکون هم درسته. اینجا هم پروداکت پروداکت همون همه چی درسته چون دارم دیتا رو برمیگردم. الان چیزی که هست هیچ پیک چر و آیتم درست؟ آقا خودش چیز نیست دارم با اونم فکر میکنم یه آبجکت آقا آرایه نیستش ولی یه تست بگیریم دیگر میتونه باشه از مثلا داره پیک و تیدی رو اندازه اینجا نیستی پیک پیچه رو بود نه واقعا بوده از پیک آیتم نه این نیاز به خوریش نداره. چرا من اگه بیام اینجا اگر هم بگم آیتم ایمیج آیتم ایمیج بذاریم نه دیگه ایمیج وقتی دارم برمیگردم این دیتا داره برمیگردم او و آلیان فکر نکنم کسی بره از این غیره رو شد سرچ کنیم یه سوتی ریز داریم یه اتم کنید پراپرتی پیشه آفا نال دارم لاراول این سوتی ریز داریم
یعنی یه ضرب بذارم پیچه؟ نه اون که آقا باید آبجکتش مشخص بشه. نه چی دارم نمیدونم استیک بگیریم کلیش خالیه نمیدونیم خالی نمیدونیم اما تو دیتاشو چاپ بکنم چی؟ عکسش که نمو باهم دیتاشو نمایش میدم این کریتیش اینا هم اونجا حالا انجام میدم برای تو دیلیت و فلان میسازیش اینا رو ولی چیز عجیبه این آها ما پروداکت سه رو عکس براش گذاشتیم این هم میشه این هم هست به ایمیجز بیان برای پروداکت سه ایمیج نذاشتیم خب بیاییم بگیم سه رو هم بدیم بهش الان این برای پروداکت مقدار سه بوم شد این پیچ الان خون داستان چیه؟ ما داره میگه که باید چکش هم بکنیم حواسان هم چک بکنیم این باید چکش بکنیم اگه یکی خالی بود در واقع بذاره مثلا امتی بیایم اینجا بگید بریم سمش حدسای ایف دالر آیتم چی؟ چی بود؟ ایمیج پیک چه خب و یه دونم else یه دونم and for من اینو بذارم اینجا یه تابعی داریم به نام empty دیگه درسته اگر isNull هم داریم تابعی داریم به نام isNull این استفاده بکنیم یا خود is int چه میدونم integer همین تابعه رو داریم is null رو استفاده کنم نخواهیم is null is null بیام اینجا این رو بگم اگر این null بود که خالیه که تو رو برمیگردنه معکوسش بیاد نشون بده یکی td بیاد بگه empty درسته بیا اینجا الان ریلود کرد اینجوریه من برم الان اینو پاک کنم یه دیلیت بزنیم یعنی ریلود میشه ریلود شد خب موافق باشید نه این چرا میشه خود آیتم ایمیج آره امتی این برای حالتی که پروداکت خالی باشه
این آیتم ایمیج نه این بهتر بود چون من داشتم میگفتم اگه ایمیج وجود داره بعد رو پیکچر داشتم میرفتم تو در صورتی بیرونش وجود داره اینم این بحث و به این صورت یه ایمیج بذاری برای همه جدابه مورفه دیگه کرات ها هم بیاریم